شمیله غلامی هستم، خواهر شهید علی اصغر غلامی که در سال 60 اسفند 60 دستگیر شد و سال 67 با در حالی که حکم حبس ابد داشت به دلیل مقاومت و پایداری در زندان سر به دار شد. اواخر 58 اوایل 59 با سازمان آشنا شد تا اینکه یک روز مادرم در مشهد در یکی از چهارراه‌ها دیده بود که برادرم که این عکسشه، برادرم سر چهارراه سر بساط کتاب و نشریه ایستاده بود که در همین چند ماشین و موتور سوار و پیاده از نفرات سپاه و بسیج ریخته بودن، تمام بساط اینا رو به هم ریخته بودن، شکنده بودن و اینا رو حسابی کتک زده بودن. برادرم سال 60 دستگیر شد، از اون هیچ جرمی و هیچ چیزی ندیده بودن، هیچ مدرکی نداشته بودن داله برای این که بخوان دستگیرش کنم، ولی اینو دستگیرش کردم. ولی بر اثر مقاومت و پایداری که داشت در طول مدتی که زندان بود خیلی کم توی زندان عمومی بود، بقیه اوقات تماما در سلولهای انفرادی بود و تحت شدیدترین شکنجه ها. همواره هر وقت ما ملاقاتش می رفتیم پاسدارا همراهش بودن و یک بارم گفتن که اگر توبه کنه خب هیچ چیزی نداره، به زودی آزاد میشه. که برادرم خیلی براشفت و گفت من شرافتم و هیچ وقت به این چیزا نمیخروشم مطلق، دیگه حرفی از این توبه و این چیزا جلوی من نزنیم. مادرم خرداد 67 به ملاقاتش رفته بود، نبود. بعد از 2-3 هفته که خلاصه این برانور دنبالش گشته بودن مشخص شد که از زندان وکیل‌آباد برده بودن زندان کمیته کوسنگی برای شکنجه بیشتر. قبل از مرداد برادرم رو به علت اعلام موضع مجاهدی که کرده بود اونو به اتفاق 4 نفر دیگه به شدت شکنجهش کرده بودن، خیلی شدید، که همبندیاش میگفتن که دیگه اصلا نمیتونست بشینه بخوابه چیز بشه، که بعدم دیگه سر به دارش کردن. که در واقع بعدها در مرداد 40-50 نفر از بچه هایی که سر موضع بودن همشون رو سر به دار کردن و هیچ حتی یک نفر از اون جمع بچه هایی که اعلام موضع کردن از زندان آزاد نشدن، یعنی زنده نموندن، بودن همشون رو سر به دار کردن و در گروه های جمعی در وکیل‌آباد دخته بودنشون، که الانم که خانواده من میرن سر خاکشون گورش مشخص نیست، در واقع یه گور جمعیه که اونجا میرن سر خاکش. در آخرین باری که مادرم رفته بود ملاقاتش یک کاردستی به مادرم داده بود، گفته بود اینو بده به جمیله، که من اون موقع توی عراق بودم، که این یک نامه بود که به برادر مسعود نوشته بود. به برادر مسعود نوشته بود با تمام وجود سلام بر عزم و اراده آهنینت ای رها شده، سلام بر دستهای نیرومندت که می فشارن، سلام بر گامهای استوارت که در می نوردن، سلام بر چشمان نافذت که می شکافن و سلام بر قلب گرمت که از عشق سرشار است و سلام بر تمام وجودت ای مجاهد مهاجر. در اینجا فقر نان و خوراک نیست، در اینجا فقر اندیشه است، در اینجا هر چیز که بر یاد تو باشد در زنجیر است. جهلشان جاودان که یاد تو در قلبها جای دارد، حتی اگر قلبها را برای راندن تو سوراخ کنند یاد تو را ابدی ساختند. سلام بر شهادت. که این نوشته از بود که توی جاسازی کرده بود تو اون کاردستی که برای من فرستاده بودم. یادم میاد آخر یه مدتی که ندیده بودیمش
سال 60 و اوایل 61 یک بار که به ما ملاقات داده بودن، من تو زندان بودم، اونم تو زندان بود. بعد از 3 ماه که من اینو ندیده بودم، درخواست ملاقات کردم، به ما ملاقات دادن، من بردن پیش اون. وقتی که رفتم اونجا اصلا نشناختمش. ریشاش بلند شده بود، رنگش هم سفید، لاغر، که اصلا قابل شناختن نبود، ولی هیچ حرفی نمیزد. صحبت میکرد ولی هیچ از اینکه چه بر سرش اومده هیچی نمیگفت. فقط جایی که اون زندان بود که ما رو برای ملاقات برده بودن، جایی بود که قبلا من اونجا زندانی بودم، که آشنایی کامل داشتم، که یک راهرو خیلی بزرگی بود که بعدها در این مدت دیدم که اشاره کرد که ما تو ایناییم. نگاه کردم همه اون راهرو تبدیل به کمدهایی کرده بودن، مثلا 1 متر، 1 متر، 1.40 متر، که تمام این راه رو فقط یک چراغ روشن بود. بالای این کمدان یک مثلا دایره به قطر مثلا کف دست، اینجوری به این اندازه باز بود که در واقع اینجا نور و هوا میرفت. که این 3 ماه رو اونجا بود دیگه. حالا بعدش نفهمیدم که کی بیرونش آوردن، کی اومد بیرون از اونجا، ولی دیگه هیچ در اختیارش نمیذاشتن که مثلا حتی کارهای فردیش هم بتونه انجام بده. بعدها که من آزاد شدم، هر وقت به دیدنش میرفتم، واقعا علیرغم که اون تو زندان بود و من آزاد بودم، همیشه از اون روحیه میگرفتم، از شوق و شور و ایمان و ایستادگی که داشت در مقابل رژیم و به طور مشخص پاسدارایی که دور و برش بودن، که همه واقعا ازش میترسیدن. و اون باعث شد که بالاخره من بتونم سال 65 بیام به عراق و به سازمان بپیوندم، که در این رابطه واقعا همواره مدیونشم و خیلی خدا رو شکر میکنم که تونستم یکی از آرزوهاشو برآورده کنم و خلاصه خودم هم واقعا سرفراز باشم، که همواره مدیون و سپاسگزارشم.